سرناز سلام بشین، من از تو هستم. شاید فراموشم کرده باشی، اما تو را به یاد کودکی هایت میندازم. یادت است که مدیر نشرات نورین بودم، روزهای نخست کاریم بود و برنامه پروانه های بیشتی برنامه های کودک پیش می بردیم. از دایرکتر برنامه آقای سمی سعادت گفتم که این دختره کیست؟ گفت فرناز. گفتم این ارزش برنامه های بالاتر و بالاتر داره، از این برنامه کودک بیرون شود. بعد آمدی برنامه های مختلفی را پیش بردی. تا اینجا گفتم خود روح نیست فرناز جان؟ تو واقعا استعداد داشتی و امید دارم که هنوزم پا بر جا باشه. بعد آرام آرام پارتنر ما در اجرای برنامه های صبح نورین شدیم، یادتان هست؟ در این گیرودار بچه های زیاد دوست علاقمند شما بودن، اما یکی از بچه هایی که در یکی از بخش های خوب و قوی تلویزیون کار میکرد روزی برای شما اظهار محبت کرده بود، گفته بود دوستت دارم. والا فرناز جان، مرچ پالیدم شماره پدرجانت نیافتم که برش تماس میگرفتم. زمانی که بچه کالا منامش نمیگرم، یکی از کارگردان های برجسته است، اظهار محبت کرده بود. امون روز که من در دفتر بودم و رئیسم نبود و هیچ کسی، پدرت که با یک تفنگچه داخل نورین شد، یادت هست دیگه؟ من اگر من دروغ میگم باز بگو. پدرش وارد نورین شد با تفنگچه و گفت که میفهمی ما مردم مسلمان و مجاهد افغانستان در رای جهاد و عفت و ناموس و حجاب و فلانه خون دادیم، آل دختر مره این نفر مد و لگر که چل مرمی در فرقش فایر نکنم. خب من بسیار ریش شبیدی و آمر صاحب معظم فلانی جان معظم بسم دانی جان معظم، بعد بسیار عذر شکدم رفت. آلی سوال از پدرت میکنم فرناز جان، یا اگر بگویش که نستو میگه که مرد مردانه بیا چشم در چشم همی سوال مرا پاسخ بده. بسیار ببخشی فرناز جان، هدفی بدی ندارم، برای ما هم تو گفته شده. ما مردمی بسیار عقب مانده و چیزی ندیده هستیم، مردمی که تا به هنوز خارج نرفتیم، مردمی که تا به هنوز در تیاره بالا نشدیم، مردمی که تا به هنوز هم نمیفهمیم که آزادی زن در کل کردن مویای سرش است، یا مردمی که تا به هنوز به یقیده نرسیم که اگر برانه تر باشیم روشن فکر تر هستیم. ببخشید فرناز عزیز، بر ما یاد دادن، شاید اشتباه یاد دادن، که دخترهایی که سر میگیرن این گونه مثل مرد جور میکنن و یا مردایی که مویایشان مثل زن جور میکنن، اینا در گرایشات جنسی مشکل دارن، یا لسبیان هستن یا گی. میترسم که در این جریان به نوی روی نیاورده باشی فرناز جان. خودت به اینترنت و همه دسترسی داری، از پدرت پرسان که بگو نستو گفت که امو روزی که به شدت آمدی به تلویزیون نورین و گفتی که ما به خاطر حجاب و ناموس و عفت و این چیزا این کارا را کردیم، بگو نستو پرسان کرد که آلا این یخن لچ دخترت که در امریکا تک و تنها با همه لذایز زندگی میکنه، مویایشم به شک نستو لسبیانی مونده، آیا آلا حس مجاهد بودنت گل نمی کنم؟ یا شایدم بیشتر ما به خاطری که جهاد و عفت و فلانه و بسمدانه مورد یک چیز لعنتی خیلی زود از بین میبریش، دلار و لعنت بر دلار. آیا فرناز جان فکر نمی کنی که دیگر بس است؟ بس است دیگر، هر قدر که ما بیاییم و فریاد بزنیم خود خراب می کنیم. آلیا تو فرناز خبرنگار نی، فرناز یکی از پروژه های وحشتناک بی افتی و بی ناموسی غرب برای افغانستان مطرح شدی. مرا ببخش، بازم شاید عقب جانت نباشم. تو واقعا استعداد داشتی و امید دارم که هنوزم پا بر جا باشه. بعد آرام آرام پارتنر ما در اجرای برنامه های صبح نورین شدیم، یادتان هست؟ در این گیرودار بچه های زیاد دوست علاقمند شما بودن، اما یکی از بچه هایی که در یکی از بخش های خوب و قوی تلویزیون کار میکرد روزی برای شما اظهار محبت کرده بود، گفته بود دوستت دارم. والا فرناز جان، مرچ پالیدم شماره پدرجانت نیافتم
هفته برش تماس می گرفتم. زمانی که برشب کالا من نامش نمی گرم یکی از کارگردان های برجسته است اظهار محبت کرده بود. امو روز که من در دفتر بودم و رئیسم نبود و هیچ کسی، پدرت که با یک تفنگچه داخلی نورین شد، یادت هست دیگه؟ من اگر من دروغ میگم باز بگو. پدرش وارد نورین شد با تفنگچه و گفت که میفهمی ما مردم مسلمان و مجاهد افغانستان در رای جهاد و عفت و ناموس و حجاب و فلانه خون دادیم، آل دختر مره این نفر مد و لگر که چل مرمی در فرقش فایر نکنم، خوما بسیار ریش شبیگی و آمر صاحب معظم فلانی جان معظم بسم الله جان معظم. بعد بسیار عذر شکدم رفت. آلی سوال از پدرت میکنم فرناز جان، یا اگر بگویش که نستو میگه که مرد مردانه بیاد چشم در چشم همی سوال مرا پاسخ بده. بسیار ببخشی فرناز جان، هدفی بدی ندارم، برای ما هم تو گفته شده ما مردم بسیار عقب مانده و چیزی ندیده هستیم، مردمی که تا به هنوز خارج نرفتیم، مردمی که تا به هنوز در تیاره بالا نشدیم، مردمی که تا به هنوز هم نمیفهمیم که آزادی زن در کل کردن مویای سرش است، یا مردمی که تا به هنوز به یقیده نرسیم که اگر برهنه تر باشیم روشن فکر تر هستیم. ببخشید فرناز عزیز، بر ما یاد دادن، شاید اشتباه یاد دادن، که دخترهایی که سر میگیرن این گونه مثل مرد جور میکنن و یا مردایی که مویایشان مثل زن جور میکنن، اینا در گرایشات جنسی مشکل دارن، یا لسبیان هستن یا گی. میترسم که در این جریان به نوی روی نیاورده باشی. فرناز جان، خودت به اینترنت و همه دسترسی داری، از پدرت پرسان که بگو نستو گفت که امو روزی که به شدت آمدی به تلویزیون نورین و گفتی که ما به خاطر حجاب و ناموس و عفت و این چیزا ای کارا را کردیم، بگو نستو پرسان کرد که آلا این یخن لچه دخترت که در امریکا تک و تنها با همه لذایز زندگی میکنه، مویایشم به شک نستو لسبیانی مونده، آیا آلا حس مجاهد بودنت گل نمی کنم؟ یا شایدم بیشتر ما به خاطری که جهاد و عفت و فلانه و بسمدانه مره یک چیزی لعنتی خیلی زود از بین میبریش، دلار و لعنت بر دلار. آیا فرناز جان فکر نمی کنی که دیگر بس است؟ بس است دیگر، هر قدر که ما بیاییم و فریاد بزنیم خود خراب میکنیم. آلیا تو فرناز خبرنگار نی، فرناز یکی از پروژه های وحشتناک بی افتی و بی ناموسی غرب برای افغانستان مطرح شدی. مرا ببخش، بازم شاید اقبا جانت نباشم.